نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در گفتگوی تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که مداخله در امور این گروه به نفع هیچ کسی نیست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس و نقل از متقی نگاشته است که افغانستان کشور آزاد و مستقل است. وزیر امور خارجه طالبان افزوده است: ما در هر غم و شادی با همه کشورهای همسایه خود را شریک می دانیم. امارت اسلامی رژیم طالبان تای نزدیک به 3 سال گذشته دستاوردهای خوبی در بخشای اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران داشته است و همچنان خواستار گسترش روابط اقتصادی میان تهران و طالبان شده است. با این حال کنی از اشتراک مقامهای طالبان در مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پیشین ایران قدردانی کرده و آن را نشانه از رابطه حسنه میان این گروه و تهران عنوان کرده است. این دیپلمات ایرانی با اشاره به ادامه عملات اسرائیل بر غزه ابراز امیدواری کرده است کشورهای اسلامی در برابر این عملات صدا بلند کنند. گفتنی است که ایران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط نسبتا خوبی با این گروه برقرار کرده است. بازگشایی سفارت آمریکا در کابل. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه به هیچ کشوری برای بازگشایی سفارتش در کابل از التماس و تضرع کار نمیگیرد. او در عین حال تاکید میکند که کشورها به شمول آمریکا میتوانند برای فعال کردن سفارت خود در کابل با این گروه در تماس باشد. آقای مجاهد این سخنان را روز سه‌شنبه 29 جوزا در یک پیام ویدیویی بیان کرده و افزوده است که هیچ مانعی برای بازگشایی سفارتخانه های کشورها در کابل وجود ندارد. او گفته است که هر کشوری به شمول آمریکا اگر خواسته باشند می توانند سفارت خود را در کابل فعال کنند و از راه های دیپلماتیک با طالبان در تماس باشند. آقای مجاهد افزوده است که در حال حاضر بیشتر از 16 سفارت در کابل فعال است و امنیتشان تامین می باشد. او افزوده است که در حال حاضر امنیت در افغانستان تامین است و سفارتخانه های بیشتر از 16 کشور در کابل بدون هیچ مشکل فعال است. این مقام طالبان گفته است که حکومت این گروه خواستار تعامل نیک با همه کشورها است و کشورهای منطقه و جهان می توانند به جای گزینه های فشار راه تعامل را به پیش بگیرند. و در پایان، منابع دیپلماتیک و خبرگزاری فرانسه گفتند که قبل و بعد از نشست دوحه برنامه هایی را برای مشورت با گروه های جامعه مدنی افغانستان وجود دارد، اما آنها در نشست هایی که در آن مقامات طالبان حضور دارند شرکت نخواهند کرد. این منابع گفتند که موضوع نشست های رسمی دوحه مسائل اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر است. در دومین نشست دوحه که در اواخر سال گذشته خورشیدی برگزار شد، فعالان رسانه‌ای و نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند، در حالی که طالبان از اشتراک در آن خودداری کرده بودند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.